سلام بچه ها، خیلی خیلی خوش شدید به ویدیو جدید. من آرتین استی پیزا دستم، یادتون باشه حساسا دکمه سابسکرایب بزنید، کامنت بال و لایک هم یادتون باشه. دمتون خیلی خیلی گرم بچه ها. الان دوست دختر عرفان پایدار رو پیدا کردم. البته واقعا بچه ها نمیشه گفت اینا 100% با همن، 50-50، ولی خب پیج اینستاگرام این دختر میگه بودم بریم بهتون نشون بدم. خب بچه ها، این پیج اینستاگرام همون دختر است، البته انگار که اسمش تاماره، ولی مطمئنم اسمش فیکه و لقبش کلن تاماره است، اسم اصلیش یه چیز دیگه است. اون آقا اصلا مگه امکان داره یه دختر ایرانی اصیل که مثلا هم باباش هم مامانش ایرانی باشه، میدونید، اسمش تاماره باشه؟ امکان نداره. و بنظرم لقبشه، اسم اصلیش انگار نمیدونم نمیدونم. و تقریبا 20,000 فالوور گرفته با 41 پست، خیلی میدونید نسبت به فالووراش خیلی پستای کمی داره، خیلی زیاده ها. مثلا 41 پست معظم با، مثلا حتی منم مثلا با یه هفته این پروموت شده، ولی خب مثلا من با 300 مثلا فکرم 30 خورده پست، خب خیلی کمتر نسبت به این فالوور داریم، با اینکه بیشتر پست داشتیم. حتی میگم به خاطر اینشون مثلا یه سری آدمای معروف یا پیجای معروف فالوش کردن، مثلا عرفان هم اینجا فالوش کرده، بریم سراغ عکساش. قسمت مورد علاقتون از ترک رو برام بنویسید. اصلا گوشش ندارم اون ترک که تو میگی، ولی 3700 نفر لایک زدن و لایکش هم خیلی هم بالا نرسیده، هم منظورم حجم خیلی زیاد، هم مثلا 150 اینا. حالا 3-4 هزار عادی ها، میدونم مثلا کسی مثلا 12,000 یکم معروف میشه، میدونم 2160 لایک. این عکسش کلا خیلی فرق داره با بقیه عکساش. مثلا بقیه عکساش سعی میکنه جدی باشه، میدونید، غمگین و گنگ، ولی خب تو این عکسش خیلی شاد و مفرح، ولی عکسم باحال تری شده به خاطر همین بگم بیشتر لایک زدن، به خاطر این تغییر کوچیک. یه هر موزیکی قصه خودشو داره و قصه هم مکان خودشو. تو این عکس خیلی شبیه دنیا داره، راستان شو نما کنید، خیلی شبیه ها، خیلی شباهت خوبی رو پیدا کردم. و 3507 لایک خورده که بیشتره، میدونید، نسبت به آماره بقیه پوستش، بخاطر اینکه این پوستش قدیمی تره و میدونید دیگه هرچی مثلا از اون پوست مدت زمانش بگذره بیشتر لایک میگیره معمولا. تو بعضی موقع مسئولا هیچی نمیگیره. اروتا زمانی تموم شد که قصه هم زیاد شده، ها انگار که هم مثل این آهنگش اروتا باشه. اروتا معنیش چی میشه لعنتی جا دید بچه هم اصلا جدیدن ها کلن چه خواهنده ها باشه رپر ها کلن زن تو فاز این که مثلا با این که مثلا ایرانی هن ها اومده مثلا اسم اینو انگوش انگلیسی یا یه همچین چیز چرت و پرتی مثلا گذاشتن که اصلا به زبان فارسی معنی نمیده. دقت کردی تم چیزایی و مثلا ایروتا دیگه چی؟ این چرت و پرت هاش اصلا معنی میده ایروتا واسه شما؟ نه. میدونید و بعضا مثلا اگه مثلا تو ایران معروفی، خب بعد یه اسمی بذاری واسه آهنگاتون که میدونید مثلا با جامعه ایران وقف بشه، با زبان فارسی وقف بشه، و این کاری که این کرده مثلا درست نیست. بریم سر عکس های بعدیش ببینیم. اینجا می عکس باشتم مثل قدیم که گفتم تظاهر کن آسمونی. یه خواهم زوم کنم به این عکسش، قیافش خیلی خوب معلوم نیست. بس چجوری نیست موهاش نها کنید یه رنگه، بعد نیست موهاش یه رنگ دیگه، فیلتر زد نمی، یا مثلا چرا اصلا تو نیست موهاش رو همی کنید؟ مثلا چه دیده مثلا اگه خواهی موها تو رنگ کنید همه شون رنگ کنید، میدونید چون باید نصف شون رنگ کنید. نه دید اینجا مکس کشته که قول میدم بازم برگردم عقب، برگرد من کاری با تو ندارم، برگرد. و 157 هم کامنت خورده، کامنت داشتم خیلی زیاد نیستن، نفتم نها کنم بینم جواب میده یا نه، ولی فکرم کنم جواب نمیده. و 3500 تا لایک. آقا خوش که عرفان پایدار هم ما رو فالو کنه، کم فالو بگیریم. مثلا
ایکس رو بکن مثلا یه آدم معروف تو رو فالو کنه، همون فالویی که به تو کرده کلی فالوور میگیری، باور کنید. هرچی مثلا یارو معروف تر باشه چی رو بیشتر فالوور میگیری. خیلی این چیزیه که ثابت شده، مثلا عرفان اینو فالو کرده و با همون فالو عرفانی 10,000 نفر شد. حالا نه ولی مثلا یه 3-4-5 هزار نفر دیگه حداقل اومدن فالوش کردن و به خاطر همین. و مثلا اگه بودن معروف کمتر فالو کرده باشه، خب دیگه میدونید راحت تره و به خاطر همین معمولا مردم ساده تر و سریع تر و بیشتر اون کسایی که کمتر فالو کردن و فالو میکنن. ولی عرفان نیفتم دقیقا بشمارم چقدر فالو کرده. اینجا میگیستی گوشته آفتاب بدون تو نمی درخشد، منظورت خودته؟ چون به نظر منظورش به یکیه، ولی اصلا مگه منظور به خودت باشه خب اصلا آفتاب بدون تو نمی درخشد اصلا ربطی نداره. اصلا تو باش یا نباشی چی آفتاب می درخشد. اصلا حتی مثلا با اون کسی که این جمله منظور با اونه، حتی اونم نباشه اصلا یا باشه بازم آفتاب می درخشه. و این جملاتی که معنی نمیدونن چه الکی مود میکنه زمان. و 3700 تام لایک اومده واسش. بیم سه عکس بعدیش، مثلا اینجا می عکس باشه چقدر کم پست ها. کاش دریا بیاد تو آسمون ستاره ها پل بزنم بینه. واسه میگم یه بار دیگه بخونم، میگه کاش دریا بیاد تو آسمون، خب درسته، ستاره ها پل بزنم بینمون. این چه از برتا چی ها اصلا چجوری؟ فکر کنم این جزی از یکی از این شعراش باشه، چون که قافیه داشت و شاید هم چه یکی باشه، ولی چه چرتیه میدونی؟ معنی هم نمیدونم اصلا این شعرات چرت و پرت جمع کردیم. اصلا کاش دریا بیاد تو آسمون، خب بخوام اصلا چرت و پرتا چیه میگی؟ اصلا اگه دریا بیاد تو آسمون دیگه اصلا دنیا این دنیا الان نمونه، دنیا به فک میره. یا مثلا ستاره ها پل بزنن بینمون، واقعا چرت و پرت چی میگه؟ ستاره مگه وظیفه‌شون پل زدن واسه ما؟ اصلا اونا میگن چقدر از ما دورن که بخوان پل بزنن بینمون؟ چرت و پرت چی میگه؟ نتی حداقل اول شعر بنویسید، شعری بنویسید معنی بده. مثلا اگه خونده عشقو یه طرفدار یا آدم معمولی خوندهش بفهمه آقا مثلا این حرفی که تو میزنی قابل انجامه، میشه مثلا انجامش داد و اگه انجام هم بشه میدونی یه سودی واسه مردم داره. ولی مثلا چرت و پرتو چی مثلا؟ این اصلا سودی واسه مردم داره، فقط ضرره بچه ها، فقط ضرره. باور کنید شما تو کامنت ها بگید که با این حرفش موافقی دانه. خب بچه ها واقعا همتون گرم که تا آخر تماشا کرد، حتما اصلا دکمه سابسکرایب بزنید، کامنت بار و لایک هم بهتون باشه. دمتون گرم بچه ها، خدا نگهدار.